بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد بینندگان عزيز سلام ودرود درود بر شما امیدوارم که در هر جایی که میباشین زندگی به با موفق و بوده جلسه دیگه سلسله جلسات بربال حكمات به تفسير حکمت باقی مانده حکمت ششم میپردازیم و امیدوار هستم که مورد توجه شما بوده باشد در ادامه حکمت ششم امیر بیان علی علیه و السلام میفرمایند ول احتمال قبر العیوب احتمال یعنی تحمل ناراحتی ها گورستان عیب های یعنی وقتی اگر یک کسی رفتار دوستی رفتار آشنایی رفتار یک انسانی همسایه یا رفتار یک آبیری که از کوچه به خیابان و از کوچه و سرک و خیابان تیر میشه شما را ناراحت کرده وقتی که شما را ناراحت کرد شما این ناراحتی از را تحمل کردی یعنی حل حلم و بردباری به خرج دادی به تعبیری ناراحت نشدی قالماغال و سرسدا را ننداختی و جگر خونی نکردی امی کار باعث میشه که عیبه های شما قبر شود عیبه های شما دفن شود چطور؟ چون اگر انسان احتمال بورزه حیلم بورزه و کزم غیز کنه و ناراحتی خود را فرو ببره خو قطعا داد و بداد نمیکنه فحاشی نمیکنه حرفای نامربوط نمیزنه و وقتی های نابربط نزد خب عیب‌هایش آشکار نمیشه مردم نمیگن انسان فحاشیه مردم نمیگن انسان بی است اما اگر سخن به فحاشی و حرفهای پرتپلا و بیرا بکشایه و سخنان زشت به دهانش بیایه خب قطعا مردم میگن این عجب انسان بی است عجب انسان بی است پس در چنین مواقعی جای داره که انسان احتمال بورزه و اون ناراحتی که به وجود آمده اون ناراحتی را تحمل کنه و از کنار قضیه بگذره خیلی از اوقات دیده می شود که انسان ناراحت میشه و وقتی انسان ناراحت شد حالت جنون به انسان دست میته وقتی حالت جنون به انسان دست دیوانگی به انسان دست داد یک چیزایی میگه که هیچ وقت این چیزا از دانش بیرون نیامده و وقتی چنین مطالب از دانش بیرون بیایه خب قطعا مردم میگن که انساني بتربيتي البتة درمي قسمات يعني الاحتمال وقبر الاحتمال قبل العيوب إلى كما روایت شده المصالمة خباء العيوب المصالمة يعني صلح سازش صلح سازش کردن در جایی که یک دعوا یا مرافعه یا جنجالی به پا میشه انسان صلح و سازش کنه این خبا العیوب باز هم خبا به معنای همون خیمه یا یک پوششیه خب وقتی شما از در صلح و سازش درایی قطعا این سازش و صلح مانند یک خیمه یا یک ساتری روی عیب‌های های انسان میپوشانه بازم کار به غالماغال و داد فریاد و سرصدا نمی انجامه. که اگر بی انجامه آبرو و عیسیت انسان در اینجا خواهد رفت فرق بین احتمال و مسالمه اینه که احتمال برمیگرده به خود ما یعنی با خود ما مسلط میشیم یعنی ناراحتی خودمون رو فرو میبریم و خودمون رو کنترل میکنیم اما مسالمه نسبت به مردمه یعنی بعد از که ناراحتی خود فرو بردیم نسبت به طرف دیگه هم سازش میکنیم یعنی با طرف دیگه خوشرفتاری را می داشته باشیم و قطعا وقتی انسان نسبت به طرف دیگه مسالمت و خوشرفتاری و از در صلح درآمد عیب های هم عیب های او طرف پوشیده میشه و هم عیب های ما و در چهارمین فراز وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام می و من رضی عن نفسه کثر الثاخت علی کسی که از خودش راضی باشه از عمل خودش راضی باشه از کردار خودش راضی باشه و نسبت به عمل خودش افتخار کنم که من کار کردم من اینی تو رادم من فلان کار کردم این از خودش و عمل کرد خودش راضی باشه انسان های خشمگین بر او زیادن خو طبیعی است چطور میشه دلیلش روشنه زیرا انسانی که از خودش راضیه و خودش دوست داره عملکرد خودش دوست داره خو از مردم انتظار بیجا داره که مردم از او احترام کنن مردم در مقابل او استاد شوند مردم رو در صد مجلس جای بتن مردم در مقابل سخن او گپ نزنن سخن رو رد نکنن و اگر در جایی برعکس از اینها اتفاق افتاد و مردم با او او رفتار رو کردن که او لایقشه نه او رفتار که او توهم میزنه اما رفتاری کردن که لایقشه مثلا یک وقتی رو در صدر مجلس جای ندادن وسطش کلامش پریدند و کلامش قطع کردند برش دلیل آوردن و چون این انتظار را از مردم نداره خودش بزرگ میبینه از خودش راضیه ناراحت میشه و وقتی ناراحت شد شروع به بد و بیرا گفتن نسبت به مردم میکنه خب قطعا مردم این سخنها رو میشنوه و این رفتاری ای آقا رو میبینه وقتی این رفتاری ای آقا رو دید سخنهای از این آقا رو شنید قطعا از این آقا ناراحت میشن قطعاً از این آقا ناراحت میشه بله ای آقایی که از مردم همیشه توقع احترام را داشته به خاطر بزرگ بینی کسی به ای احترام نکده خب قطعا ای در صدد ای جوی از مردم برمی و وقتی در صورت ای جوی از مردم برآمد مردم نسبت به ای ناراحت میشن در یک کلمه دیگه ای وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام و سلام می فرمد عوج العجب البغضا ثمره عجب و بزرگ بینی ای که انسان عمل خودش بزرگ ببینه خودش بزرگ ببینه کار خودش را بزرگ ببینه ای بغضایه ای دشمنیه سبب میشه که انسان دشمنش در قضیه زیاد شدن شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی هم یک داستانی را نقل میکنه که یک شخصی نویسنده یک کتابی کتابش برد پیش یک دانشمندی به دانشمند ارزه کرد گفت من این کتاب نوشتم بسیار کتاب خوبی است چطور تعریف و تمجید کرد از این کتاب اما گفت مردم نسبت به این کتاب توجه نمی کنند دانشمند از او نویسنده سوال کرد گفت خب تو نظر چیه در این زمینه که مردم نسبت به کتاب تو توجه نمیکنن گفت مردم کلگیشون جاهل است که به کتاب به ارزشمند ما توجه نمیکنه او دانشمند یک خنده ای کرد گفت شما به تنهایی او طرف کلگی مردم کلگی مردم به کتاب شما و حرفها و نوشته که شما در کتاب نوشته توجه نمیکنن یعنی پس او کتاب شما را لایق نمیدانن کلگی مردم کتاب شما و شما را لایق نمیدانه از این طرف شما به تنهایی کل مردم را لایق نمیدانی و کلگیش جاهل میدانی کدام یکی از ای حرف ها به ثوابه آیا کلگی مردم جاهل نادانه یا تو تنها خودرازی و جاهل و نادان هستی خیلی باید نسبت به این قضیه انسان توجه داشته باشه یک حدیث دیگه از وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و, و نقل کنیم و قضیه را تمام وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام می که یک روز موسی کلیم الله علیه السلام در یک جای ششته بودند که شیطان رد شد بسیار یک جبه و لباس رنگارنگ به تن کرده بود موسی کلیم علیه السلام پرسان کرد که کجا میری و این چه رقم لباس چرا این رقم لباس رنگارنگ پوشیدی گفت برای فریب دادن و گول زدن مردم این لباس را پوشیدیم بعد حضرت موسی علیه سلام سوال کرد فاخبرنی به زن به لذی از نبه ابن آدم استحوزت علی میگه به من خبر بده از او گناهی که اگر بنی آدم او گناه را انجام بده توی شیطان به او کاملا تسلط پیدا میکنه استحوزت علیه یعنی بر او استیلا پیدا میکنه کاملا بر او حاکم میشه در اینجا شیطان جواب داد اذا اعجبته نفسه زمانی که به عجب افتاد یعنی خودش رو بزرگ پنداشت و عمل خودش رو بزرگ پنداشت و از کارخای خودش تعجب کرد که ای من کار رو انجام میدم و استکسر عملو و عمل خودش رو زیاد فرض کرد ای عملی کوچی که انجام داده اما چون اما چون انسان بزرگ بینه خودش بزرگ میبینه عمل خودش بزرگ میبینه خیال کرده یک عمل بسیار زیادی انجام داده و صغرا فی عینه ذنب و گناهش ده چشم ازی کوچک آمد پس عمل کوچکش بزرگ میبینه گناه بزرگش کوچک ببینه میگه در این هنگام شیطان گفت ما به چنین انسانی تسلط کامل پیدا کردم پس تسلط کامل از طرف شیطان زمانی بر ما اتفاق میفته که ما دچار عجب و بزرگ بینی شویم و از عمل خود ما از کردار خود ما تعجب کنیم ما عجب کاری ما چه انسانی چه فهمی دارم چه قلمی دارم چه نسبی دارم چه حساب کتابی دارم و از این خوشش بیایه و عوج وادار بشه این اول مرحله است که شیطان بر انسان مسلط میشه عمل قلیلش زیاد حساب میکنه و گناه بسیار در نظر زی کم میشه پس این وقتی این رقم شد ای شیطان بر انسان مسلط میشه پس بنابراین انسانی که بسیار از خودش راضی باشه دشمنان بر او انسان افزایش پیدا میکنن و زیاد میشن امیدوار هستیم که خدای تبارک و تعالی به ما ای توفیق را عنایت بکنه تا بتوانیم این مسئله از خود راضی بودن از ذهن و زمیر و جان دل خودمان پاک کنیم تا زمینی برای ورود شیطان نباشه و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته